خانم بذار حرفشو بزنه. بذاریم حرف بزنم. ولش کن. نمیذاریم. گفتی تریبون حق نداری، میخوام حرف بزنم. میخوام حرف بزنم. میخوام بگم. نمیتونید منو به زور ببرید میرید خریدم مادام تو سینما. نمیتونید به زور منو ببرید. در این فضایی که پر از نفرت و نفرت هست، البته هستن آدمای اندک دلسوز مسئولی مثل اسم بزن ببرم، از خانم یک زن شجاع و قوی، خانم نازنین پیرکاری، که ازتون میخوام خواهش کنم تمام این سنگ هایی که به سمتتون پرت شده ازش بیان یه سنگر بسازیم. چرا مثل اینکه ما در یک جشنواره به سر نمیبریم، در یک جنگ فرهنگی به سر میبریم. من امروز احساس میکنم نه به خاطر خودم، الان این چندمین بار این اتفاق میفته، به خاطر عواملی که زحمت کشیدن. میخوام ازشام تشکر بکنم و بگم آرزو میکنم روزی بیاد خیلی زود، شاید همین سال آینده، که جشنوارمون بیکینه فرهنگی و تخصصی برگزار بشه. این تنها خواهش من. اینجا باشم، این که خب از اونجایی که حضور من برای داشتن هر گونه تریبونی در جشنواره فجر خط خورده، گفتم فکر کردم بیام اینجا بیستم با شما مستقیم حرف بزنم، با شمایی که این فیلم رو الان شاهدش بودین، این فیلم رو دیدین، از شما بپرسم که چرا دلیل این که این فیلم در سودای سیمرغ حضور نداره رو، قضاوتش رو به شما مردم و به تاریخ بسپارم. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که این فیلم هست، صداشو زیادتر کنید که صدای من اصلا نرسه، عادت همه سوال هست. شاید براتون سوال باشه که این فیلم الان تو جشنواره فجر هست. بله، در جشنواره فجر یک بخشی رو گذاشتن به نام زیادتر باری که الان، به نام نگاه نو، برای فیلمایی که هیچ دلیل منطقی نمیتونن برای حذفشون پیدا کنن، این فیلم ها رو میذارن تا از این طریق فیلم ها رو زنده به گور کنن. چرا میگم زنده به گور؟ چون از این طریق باعث میشه که فیلم در این بخش در هیچ زمینه، در هیچ رشته‌ای نمیتونه حتی حق کاندید شدن داشته باشه. و من ناراحت هستم برای کنم که بدون هیچ طریق مردم بگیری، شما نمیتونین جلوی حرف زدن ما رو بگیری. من میخوام که از نخبه های کشورمون، از جمله نویسنده این فیلم آقای کاظم دانشی که بسیار جوون و با استعدادن، خواهش کنم که اجازه ندن این موانع باعث بشه که دل سرد بشن. خواهش میکنم که به خاطر این مردم بمونید در این خاک و نذاریم که سینمامون هم مثل خیلی از چیزهای دیگه بمیره. من میخوام در اینجا تشکر کنم در این فضایی که پر از تفرقه اندازی و نفرت پراکنده